بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین کتاب شریف کافی قسمت 384 سخن و و ما در احوالات امام عسکری علیه السلام بود و در اون روایتی بودیم که احمد ابن عبید الله ابن خاقان و پدرش چگونه در مقابل امام عسکری علیه السلام توضیح داد که پدرش خار شده و ذلیل شده و احترام کرده و مایه تعجب ایشان شد که البته بارها عرض کردیم کما اینکه در زیارت جامعه هم میخوانیم خداوند تبارک و تعالی های خود را آنچنان روشن و آشکار و مبرهن مانند خورشید نورانی در آسمان به همگان شناسانده و همین دشمنان و قاتلانی که امامان را یک یک نابود می‌کردند، معدوم می‌کردند، می‌کشتند، از بین بردن و همین افراد و دشمنانی که با امامان علیه السلام یک سره مبارزه داشتند و ایشان را می کشتند و مسموم می کردن همه واقف بودند و آگاه بودند که اینها چه شخصیت بزرگواری هستند و این احمد ابن عبید ابن خاقان با اینکه خودش از نواسه و خواری و دشمنان بود توضیح میداد که چطور دیده است پدرش ایشون رو تعظیم میکنه و حضرت رو نمیشناخته لذا گفت من یک سره تا شب در استراب و نگرانی بودم که این شخصیت کیه که آقا اینجور بزرگ و عظیم ایشون رو میدانند گفتن علوی هست و فرزند حلبه تو من بیشتر تعجب کردم تا اینکه برم و از پدرم تا اینکه بروم و از پدرم بپرسم حتی کان اللیل تا اینکه شب شد و کانت عادت او ان یصلی العتم ثم یجلس ثم یجلس فینظر فیما یحتاج الیه من المعامرات و ما او الی السلطان و عادت پدر من بر این بود که نماز مغرب و عشا و اینها را که میخواند مینشست و نگاه میکرد در اون مطالبی که احتیاج به آنها بود و از امور مشورتی دولتی و آن چیزهایی که باید بره با خلیفه از سلطان در بیان بذاره و مشورت رو حرف بزنه فلما صلا و جلست همین که نمازش رو خوند و نشست جعت و فجلست و بین یده آمدم و پیشش زانو زدم و لیس انده او احد فقال لی هیچ کس در اونجا نبود بهم گفت یا احمد الکه حاجه احمد حاجتی داری قلت نعم یا ابه فاین از این تلی سأل تو که انها گفتم بله پدرم اگر اجازه بدی من بپرسم فقال قد از این طلق یا بنی فقل ما احبب گفت بگو پسرم اجازه دادم هر چی میخوای بگو فقول تو یا ابه من الرجل الذي رأیتو که بالغدات فعلت بهی ما فعلت من الاجلال و الكرامت و التبجیل و فدیته به و ابویک گفتم بابا این کی بود؟ اون مردی که امروز دیدم در صبح با او چنان رفتار کردی اجلال و اکرام و عظمت و بزرگ داشت و هی گفتید فدایت شوم پدر مادرم فدایت شود کی بود ایشون فقال یا بنی امام الرافضه گفت او امام رافضی ها و شیعیان است شیعیان رو میگن رافضی به خاطر اینکه ابوبکر و عمر و خلفای اونها رو دور انداخته و اونها رو قبول ندارند لذا امام رافضه زاکل حسن ابن علی المعروف بابن ابن ایشون حسن ابن علی که معروف به ابن الرضا هستند فسکت ساعه لحظاتی سکوت مجلس رو فرا گرفت ثم قال یا بنی لو زالت الامامه عن الخلفاء بنی عباس یا بنی لو زالت الامامت عن خلفاء بن العباس مست حقها احد من بني هاشم غیر هذا و ان هذا لا يستحقها في فضله و عفافه و هديه و صيانته و زهده و و جميل اخلاقه و سلاحه. بعد گفت فرزندم اگر امامت از خلفای بنی عباس با اینکه میدونه اینا فاسقن فاجرن کافرن منافقن دشمنن بی اما از باب حفظ مقام و موقعیت خودش در دستگاه خلافت گفت اگر خلافت و امامت از بنی عباس برداشته بشه و از اینها گرفته بشه مستحق ها احد احدی از بنی هاشم که دیگه بهترین خلقن استحقاق این مقام را ندارد مگر این بزرگوار و همانا ایشانند که مستحق مقام امامت هستند از جهت فضلشون و عفاف و پاک دامنی و روش و رفتار و خودنگهداری و تقوا و زهد و عبادت و اخلاق و صلاحی که بسیار زیبا در وجود ایشان قرار دارد ولو رأیت أباه رأیت رجلا جزلا نبيلا فاضلا فزدت غلقا و تفکرا و غیظا على ابی اگر پدر ایشون رو دیده بودی شخصیت بزرگوار دارای نعمتهای فراوان دارای عقل و فکر بزرگ و فضائل بیشمار ایشان را میدیدی گفت اینها رو که شنیدم من هی اون استرابم بیشتر شد و بیشتر در فکر فرو رفتم و بر پدرم خشم گرفتم و ما سمعت من این حرفا چی این میزنه و این آقایان رو اینقدر بزرگ میکنه و استزد تو فی فعلی و قولی فی مقار گفتم این داره زیاد روی میکنه این حرفایی که میزنه اینجوری ها نیست فلم یکن لو همة بعد از الا السؤال ان خبری و البحث ان امره دیگه بعد از اون پیوسته فکر من مشغول به ایشان بود و بپرسم از این یکی اون یکی ایشون کی هستن چه عظمتی دارن چه کاره هستن امرشون چیه فما تو احدا من بنی هاشم والقوات و والقضات بل و, و سائر الناس الا وجدته انده فی غایت الاجلال و از هیچ کس نپرسیدم از بنی هاشم لشکریان سر نویسندگان قضات فقها و بقیه مردم الا اینکه دیدم این شخص جت بزرگوار در نزد همه اینها در غایت اجلال و عظمت و بزرگی و کرامت است و المحل الرفیع و القول الجمیل و منزلت و جایگاه بسیار بلندی دارد و همه درباره او خوبی میگویند و تقدیم له على جمیع اهل بیتی و مشایخه و ایشون رو بر همه مقدم میدارند و بزرگتر میشمارند در بین جمیع اهل بیتشان و پیران و بزرگان در قومشون و اهل بیتشون فعظم قدره اندی لذا فهمیدم که ایشون بسیار بزرگوار و شخصیت با عظمتی هستند اذ لم ارى له وليا ولا عدوا الا وهو يحسن القول فيه والثناء عليه چون ندیدم نه دوستی و نه دشمنی را الا اینکه درباره او به نیکویی یاد میکرد و ایشون رو سنا میگفت و ایشون رو تمجید و تعظیم میکرد کرد فقال له بعض من حضر مجلسه من الاشعریین وقتی که اینا رو احمد ابن خاقان داشت میگفت بعضی از اون اشعری هایی که در اون مجلسش بودن گفتن یا ابا بکر فما خبر و اخیه جعفر پس برادرش جعفر او کی بود درباره او چه اطلاعی داری فقال و من جعفر فتسأل عن خبره گفت جعفر کیه که تو بخوای از اون حرف بزنی سوال کنی او یو قرن الحسن جعفرون یا تو بیا اونو مقایسه با امام حسن عسکری کنی برادرش جعفر را که گاهی به جعفر کذاب میگن بل بالفسق یه آدمی بود که فسق فجورش آشکار بود فاجرون ماجنون شریب للخمور فاجرون ماجنون شریبل للخمور یک آدم فاجر لاعبالی که بسیار شراب میخورد اقل من رأیتو من الرجال و احتکهم لنفته کمترین انسانی که تا حالا دیده ام و کسی که بیش از همه حجاب حرمت خود را میدرد و احترام خودش را از بین میبره خفیف قلیل فی نفسه آدم سبک آدم بی‌ارزش، خودش خودش آدم حساب نمی کنه. و ولقد ورد علی السلطان و اصحابه فی وقت وفات الحسن ابن علی ما تعجبت من و ما زنن تو انهو یکون اومد وقتی که امام حسن عسکری علیه السلام از دنیا رفتند و شهید شدند این آمد پیش سلطان و اصحاب سلطان و کارهای انجام داد که من تعجب کردم و فکر نمی کردم این حرف رو بزن این کارها رو انجام بده و ذالک انهو لما به بعث و ابی ان الرضا قد اعتل چرا؟ چون داستان از این قرار بود که وقتی که آن حضرت مریض شدن این شخص فرستاد نزد پدر من خبر آورد که ابن الرضا مریض شده ان. فركب من ساعتی فبادر الى دار الخلافه ثم رجع مستعجلا و معه خمستون من خدم امیر المؤمنین کلهم من ثقاتی و خاصتی فیهم نحریر فامرهم به لزوم دار الحسن و تعرف خبری و حاله این سریع خبر داد به دستگاه خلافت که برادرم امام ر... ابن الرضا امام حسن عسکری علیه السلام بیمار شدند و پدر من و اینها که البته خودشون خبر داشتن خودشون حضرت رو مسموم کرده بودن و به شهادت برسانن سری سوار بر اسب خود شد و با سرعت رفت به دارالخلافه و اونجا خبر خوش را در نرد اونها به خودشون داد و با عجله برگشت و با گروه او پنج نفر بودن از خدمتگاران امیر که همه از سقاط و مورد وصول خودشون بودن از جاسوس های خودشون بودن و از افراد خاصشون که نهویر اون قلام خاص هم با ایشان بود فامرهم به همه اینها امر کرد که خالی امام حسن عسکری علیه السلام را محاصره کنند و در نظر داشته باشند و هر خبری و هر حالی که در اونجا واقع می شود سریع به دستگاه خلافت برسانند که عرض کردیم اینها یک سره دنبال این بودند که فرزند بزرگوار امام بزرگوارمان حضرت مهدی فرزند امام عسکری رو بشناسند و بیابند و س... سریع از بین ببرند که مبادا حضرت دستگاه خلافت ظلم و ستم را در کل جهان از بین ببرد و بعث الى نفر من المتطببین فامرهم بالاختلاف الی و تعاهدهی صباحا و مساعا چند تا از این دکترها و پزشکهای مخصوص خودشون رو هم فرستاد و به اینها دستور داده بود که پیوسته برن و بیان و امر آن حضرت ها صبح و شب در نظر داشته باشن که لابد مثلا اگه سمشون کارگر نشده حتما با یک سم شدیدتری حضرت را شهید کنن فلم ما کان بعد از به یومین فلم ما کان بعد از به یومین او سراستین اخبر انو قد ضعفه یکی دو روز که گذشت دو سه روز که گذشت دیگه اینها خبر شدن که سمشون کارگر شده و حضرت ضعیف شده اند و ناتوان شده اند فعمر المتطببین به این پزشکان رو دستو دادند که حتما یک سر اونجا مواظب باشن که مثلا حضرت رو کسی مداوا نکند و بعد الى قاضل قضات و فرستاد پیش رئیس قاضی و قاضل قضاتشون فاحذره مجلسه او رو احضار کرد در مجلس خود و امر او ان یختار من اصحابی عشرت من من یوثق به فی و امانته و ورعه فاحذرهم و امر کرد که ده نفر از اصحاب خودشان را بیارن یا از همون افراد مثلا جاسوس های خودشون یا افراد ساده که اهل مثلا نماز و روزه و ظاهر و صلاحی بودن اینها رو بیارن که مثلا شهادت بدن که امام حسن عسکری خودشون از دو یا رفتن و کسی ایشان رو چیه شهید نکرده مسموم نکرده میخواستن از این بازی ها در بیارن و ده نفر از کسانی که مورد وسوق هستند در دین و امانت و و اینها را همه را احضار کردند فبعث بهم الی دار الحسن اینها را همه را فرستادند به خانه امام عسکری علیه السلام و به لزوم لیلا و نهارا و امر کردند که یک سر شب و روز این امام مظلوم بزرگوار را تحت نظر داشته باشند فلجزال و که حتی توفی علیه السلام اینا پیوسته اونجا بودن تا اینکه آن حضرت شهید شدند و از دنیا رفتند و اینا خیالشون دیگه راحت شد که تونستن حضرت از بین ببرن فسارت سر مرعا و زد واحده تمام شهر ناله واحد و فریاد و گریه واحدی شد و سراسر شهر را ناله و فریاد و گریه و عزاداری برپا داشت و پر کرد و بعث سلطان اله دارهی من ها و خلیفه و سلطان هم به خانه اون حضرت جاسوس ها را فرستاد که تمام زوایا و بیوت این خانه را تفتیش کنند و فتش حجره ها و تمام حجره ها را بگردند و ختم علا جمیع مافی ها و همه را مهر کنند و ببندند و بگونه باشه کسی نتونه رفت آمد کنه مگه اینکه اون مهرها را بشکنند و ختم علی جمیع مافی ها و تمام اموال اونجا رو هم ختم کردند و مهر زدند و طلب اثر ولدهی افتادند دنبال اینکه آقا فرزندشون کیه این طرف اون طرف بگردند و پیدا کنند و جا او به این عرفنا الحمل رفتن چند تا از این زنهای قابله که میشناسند و میفهمند که کدام زن حامله هست و کدام حامله و باردار نیست اونها رو آوردن فدخلن الا جواری اینها آمدن رفتن پیش جاریه ها و کنیزها و زنهای این خانواده یا نظرن الیهن و همه رو بارسی کنند و بازرسی کنند و بفهمند که اینها کدام یک حامله هستند و باردار ف ذکر بعضهن ان هناك جاریتا بها حملون بعضی اومدن گفتن بله اینجا یک کنیزی هست که ایشون باردار است فجعلت في حجرتن و وکل بها نحریر فجعلت فی حجرت و وکل بها نحریر الخادم و اصحاب و نسوت معهم اونجا آمدند این بزرگوار را در یک حجره زندانی کردند و در آنجا قرار دادند و اونجا نحریر خادم را موکل کردند که البته امثال این نهری رو نمیدونم خدمت شما عرض شود که این افرادی که همیشه در دستگاه خلافت از جانب اجانب و نمیدونم اون یهودیان شیطان پرستی که در کل جهان بوده اند و اینها همیشه یک فردی مورد اطمینان خودشون در کنار خلیفه مسلمان ها و امام مسلمان ها و رهبر مسلمان ها قرار میدادند که یه وقت اون خلیفه مثلا نیاد تخلف از دستورات اونها بکنه همونجور که در مثلا قصه یزید داریم اینا به عنوان مشاور به عنوان مستشار به عنوان مثلا نمیدونم منطقی فیلسوف به عنوان همیشه در دستگاه خلافت بودند که اون پشتوانه هایی که اینها را دارن تقویت میکنن مواظب باشن که اینا دست از پا خطا نکنند و سرکشی نکنند نحریر خادم و اصحابش را اونجا قرار دادن و نصفتون معهم چند تا از این زنهای جاسوس و دستگاه خلافت و اینها رو هم قرار دادن که یک سر مواظب باشن همین که این مادر بزرگوار مثلا فرزندش را به دنیا آورد اینها او را سریع بکشن ثم اخذوا بعد ذلك في تهیعتی و عدلت الاسواق و رکبت بنو و والقواد و ابي و سائر الناس الى جنازته بعد دیگه خیالش راحت شد که همه رو محکم گرفتند و درها را بسته اند و اتاقها را پرم کرده اند و دیگه کسی نمیتونه اینجا راه فراری ندارد اومدن شروع کردن به اینکه امام عسکری علیه السلام را و جنازه ایشان را بردارند و بازارها تعطیل شد و بنی هاشم همه سوار و آماده لشکریان همه به حضور آمده پدر من و بقیه مردم همه آمدند برای تجهیز و تشییع جنازه امام اسکری علیه السلام فکان از سر من رعا یوم هن شبیه بالقیامه که سامر را در اون روز مانند صحرای قیامت شده بود که دوست و دشمن اعتراف داشتند به فضل و بزرگواری و عظمت امام اسکری و پدر امام زمان علیه السلام عجل الله تعالی و فرجه و شریف که به این بازی ها انشاءالله خاتمه بده و دنیا را به حقیقت برساند فلما فرغ من تهیعتهی بعث سلطان اله عبی عیسی بن المتوکل او به صلاح تعالی وقتی اینا کارشون رو کردن و دیگه حضرت رو آماده کردن سلطان فرستاد پیش ابو ایسابن متوکل که بیاد و نماز بخواند بر امام اسکری علیه السلام و این بدبخت های بیچاره خبر ندارند که قبل از این که نها بیاین فرزند بزرگوارشان امام زمان علیه السلام بر پدر نماز خوانده و کارها رو انجام داده فلاموضعۃ الجنازه للصلاه وقتی که جنازه را آوردند و برای نماز قرار دادند لسلاوت علیه دنا ابو عیسی منه فکشف عن وجهه فعرضه علی بنی هاشم این ابو عیسا ملعون آمد و صورت حضرت را باز کرد و نشان داد به بنی هاشم من العلویت و العباسیت و القواد و کتاب و قضات و معدلین و قال صورت حضرت باز کرد و بنی هاشم بیایید بنی عباس بیایید علوی ها بیایید عباسی ها بیایید لشکریان بیایید نویسندگان قضات کسانی که اهل عدالت فسق و فجور دستگاه خلافت هستند همتون بیایید و قال هذا الحسن ابن علی ابن محمد ابن رضا مات حت و انفی علا فراشه ببینید همه شهادت بدهید که این حسن ابن علی ابن محمد ابن رضا خودش از دنیا رفته به مرگ طبیعی از دنیا رفته ما ایشون نکشتیم آثار ضرب جرح نداره شهیدشون نکردیم سمی هم که الان پیدا نیست که شما ببینید حذر او من حذر او من خدم امیر المؤمنین و سقاطی فلان و فلان حاضر شدند آنها که حاضر شدند از خدمتکارهای امیر المؤمنینشان و سقاط و افراد مورد اطمینانشون فلانی و فلانی و از قضات فلانی و فلانی و از متتببین فلانی و فلانی از اطبا هم اینا ثم قد تا او و امره به حمله من وسط داره ودفن في البيت الذي دفن فيه أبوه. بعد صورت آن حضرت را پوشاند و امر کرد که خب حالا جنازه را بردارید و آوردن از وسط خانه به همون بیتی که پدرشان در اونجا در اون اتاق دفن شده بودن فلم ما دفن اخذ از سلطان و ناس فی طلب ولده وقتی که دیگه خیالشون راحت شد و حضرت رو دفن کردن که ایشون رو شهید کرده اند سلطان و مردم شروع کردن به جستجو در طلب فرزند ایشان و کسر تفتیش و فل تک تک خونه ها رو بگردن که ایشون رو اونجا پنهان نکرده باشن و دور و خانه ها رو بگردن و توقفو عن قسمت میراثی و میراث آن حضرت رو تقسیم نکردن تا ببینن که کیا هستن که ارثی ایشون رو میبرن اون بالوی بزرگواری را در بین کنیز ها گرفته بودند به عنوان شخص باردار بعد فهمیدند که کن اشتباه کردن الحمدلله و ایشان نبوده است و امام زمان علیه السلام پنج سال قبل از این به دنیا آمده بودند و حضرت حفظشون کرده بودند و خدای تبارک و تعالی ایشان را محفوظ داشته بود همانطور که موسا را از فرعون پوشان ولم یزل الذین وکلوا به حفظ الجاریه و پیوسته اون کسانی هم که موکل بودند به حفظ اون جاریه که فکر میکردن باردار است التي توهم علیها الحمل که توهم کرده بودن ایشون بارداره لازمینه حتی تبین بطلان الحمل یک سره اونجا ملازم بودن بعد فهمیدن بابا اصلا حملی در کار نبوده و اینا اشتباه فکر کردن فلما بطل الحمل عنهن قسط و, و میراسو بعد که دیگه یقین کردن که این فرزند هم در کار نیست و ایشون باردار نبودن گفتن خب حالا ایشون امام اسکری از دنیا رفت فرزندی هم نداره بیایی چه ارسشو تقسیم کنیم قسم و, و بین امی و اخی و و قسم میراس و بین امی و اخی جعفر و دعت امو و او و ثبت ذالک عند القاضی آمدن ارث آن حضرت را تقسیم کردن بین مادرشان و برادرش همون جعفر و مادر ایشان مادر امام عسکری علیه السلام فرمودند که و آن حضرت من هستم وصیتش رو به من کرده هم. و این در نزد قاضی ثابت شد شهود و اینا ثابت شد خلاصه که ایشان وسیع هستند و سلطان علا و علا ذالکه یتلو با اثر ولده این سلطان و خلیفه هم که این سلطان و خلیفه هم که یک تو فکر حکومت و خلافت خودشه و پیوسته به دنبال امام زمان میگرده که ایشون رو پیدا کنند و از بین ببرند که ان الله در جلسه بعد دنباله حدیث و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد